مسئولان صحی در غزنی میگویند ولایت غزنی با داشتن بیش از 1 میلیون جمعیت هنوز یک مرکز روان درمانی ندارد. این روانشناسان داشتن مراکز روان درمانی و مشوره دهی روانی را نه تنها برای مردم عام بل برای دانش آموزان معارف نیز اشد ضرورت میدانند. محمد الله مومنزاده از غزنی گزارش دارد. مسئولان صحت عامه در غزنی میگویند جنگ، ناامنی، خشونت‌های خانوادگی، فقر، نداشتن سرپناه، مهاجرت‌ها و حتی از دست دادن وظیفه و یا اعضای خانواده از عوامل مهم است که بیشتر مردم به دلیل آن به تکلیف روانی مبتلا میشوند. آنان از نبود عرضه خدمات روان درمانی در این ولایت ابراز نگرانی میکنند. اما رئیس شفاخانه ولایتی غزنی از گشایش یک مرکز مشوره دهی روانی در این شفاخانه خبر میدهد. 50% مردم از لحاظ روانی مشکل داشته و طبعا شدیدن نیاز دارن تا مراکز صحی در ارتباط امراض روانی در سطح ولایت ها باید تأسیس شود. باید تمام ولایت و تمام مراکز صحی که وجود دارد باید خدمات هم عرضه شود و پالی دیگه خدمات که خوشبختان دارد که غزنی نشانخانه ملکی ما همین مرکز ایجاد شده و تاثیراتش بسیار مثبت بوده. از سوی هم شماره از استادان معارف در غزنی میگویند اکثر استادان مکاتب مسلکی نیستند. به باور آنان اگر استادان مسلکی در مکاتب گماشته شوند با دانش آموزانی که مشکل روانی دارند روش های روان درمانی را به کار میبرند و شاگردان از مکاتب دل سرد نمیشوند. یک نیاز مبرم است که باید معلمین با روانشناسی آشنا باشند. اگر معلم با روانشناسی آشنا بود نمیتونه که شاگردی خوب تربیه کنه. حالی که معلمین مسلکی نیستن این مشکل به وجود آورده. بعد که اون مسلکی می بود وقت رسم داخل می شدن از امو 30% روانشناسی و پیداگوژی خود استفاده می کردن و آینده امو شاگردا با مشکل مواجه نمیشد. با این حال رئیس معارف غزنی می گوید با افزایش مراکز تربیه معلم این مشکل حل خواهد شد. به همین منظور است که فعلا وزارت محترم معارف به صدها باب دارالمعلمین ها را در مختلف ولایات و در ولسوالی های کشور بازگشایی نموده تا بتوانند استادانی که تربیه یا تعلیمات مسلکی تدریسی ایران دارن در امی مراکز حمایوی و دارالمعلمین ها اونا را بیاموزن. با گفته این استادان همکنون در بیشتر مکاتب غزنی برخورد استادان با دانش آموزان مسلکی نیست. به همین دلیل بعضی شاگردان از مکتب دلسرد می شوند و یا برخی دیگرشان با فشارهای خانوادگی به دروسشان ادامه می دهند که آینده خوبی را در قبال ندارند. در انفجار در پیشروی سفارت ایالات متحده ای آمریکا در انقره پایتخت ترکیه روز جمعه دست کم 2 تن کشته شده و چندین تن دیگر زخمی شدند. گزارش های ابتدایی حاکی از آن است که این انفجار یک بمب گذاری انتحاری بوده است. خبرگزاری ها به نقل از مقام های امنیتی گزارش دادند که مهاجم انتحاری مواد انفجاری همراه خود را در خارج از سفارت انفجار داده است. سفیر آمریکا در ترکیه گفت که یکی از کشته شده ها کارمند ترکیه سفارت بوده است. جمعه خونین در پاکستان بر اثر انفجار یک بمب در برابر یک مسجد در شمال غرب پاکستان حدود 19 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گفته های پلیس این حمله در هنگو در نزدیکی منطقه قبایلی پاکستان واقع در سرحد با افغانستان رخ داده است. پلیس افزوده که بمب زمان انفجار کرده که مردم بعد از ادای نماز جمعه مسجد را ترک می کردند. تا حال مسئولیت این حمله را کسی بر عهده نگرفته است. بندر آی خانم که ولایت تخار را با تاجیکستان وصل می کند از چند سال به این سو به سقوط مواجه شده است. مسئولان در این بندر تجاری می گویند به دلیل خرابی سرک ها بازرگانان علاقمند صادرات و واردات از این بندر نیستند. از سوی دیگر میلیون ها دلار برای ساختمان این تاسیسات به گفته مسئولان به مصرف رسیده اما استفاده نمی شود. مسئولان در بندری آی خانم میگویند به دلیل مشکلات واردات و صادرات و نبود پول مترو میان تاجیکستان و افغانستان عواید این بندر بسیار ناچیز بوده است. به گفته آنان صادرات و واردات از مدت 2 سال به این سو به درستی انجام نشده و در واقع این بندر در حالت سقوط قرار دارد. پول نداریم. کشتی بود قبلا کشتی توسط کشتی بود تخلیه میشد، بارگیری میشد، انتقال میشد. کشتی در مثال 91 دمای سرطان به اساس تقیان دریا
غرق شد. فعلا کشتی تاجیکا فعالیت می‌نمو فقط نبود پولیجا عواید به کسب مول ساخته. پای میگوید به دلیل صعب العبور بودن راه‌های ترانزیتی هم در سمت تاجیکستان و هم در خاک افغانستان رفت آمد به مشکل صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بازرگانان اموال خود را توسط کشتی از بالای رودخانه آمو انتقال می‌دهند که این کار به سختی صورت می‌گیرد و آنان مجبورند چهار مرتبه توسط کشتی اموال خیش را تبادله نمایند. این نبود راه، نبود پل، این مشکلات است. تاجر طور مثال سمت بار میکنه میجه سر پل تخ ایجاد چیز میکنه، سر کشتی تخله میکنه، یک دفعه از موتر تو میکنه پایین، بعد پس جولی در کشتی بالا میکنه، دفعه دیگه پس میبره در دیگه موتر تاجیکا رو بار میکنه، تقریبا چهار دفعه تخله و بارگیری میشه. این خود تمام نواید تاجر خود کرای حمل مصرف میشه، در کرای موتر مصرف میشه، به این خاطر تاجر چه وای درکی گیره. بندری آی خانم در زمان جنگ علیه طالبان توسط جبهه شمال تأسیس گردیده است. به گفته مسئولان از آن زمان تا کنون بیشتر از 15 سال از عمر این بندر میگذرد، اما آنگونه که لازم است این بندر رشد نکرده است. این بندر کشورهای جنوبی آسیا را از طریق افغانستان به تاجیکستان و آسیای میانه وصل میکند. اداره مواد نفتی بغلان از کاهش قیمت گاز و تیل در این ولایت خبر می‌دهند. مسئولان در این اداره می‌گویند توانستند وارد کننده های گاز و تیل را متقاعد سازند تا در قیمت این کالاها کاهش آورند. در این حال مردم بغلان از مسئولان می‌خواهند تا با کسانی که خودسرانه دست به گران فروشی می‌زنند برخورد قانونی صورت گیرد. و این هم قیمت بعض از اسعار خارجی در بدل پول افغانی. یک دلار آمریکایی 51 افغانی و 80 پول، یک یورو 69 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 81 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 14 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 14 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 519 افغانی. و حال پیشگویی وضعیت هوایی کابل و چند شهر دیگر. بیننده های ارجمند آریانا سلام بر شما و تشکر از تمامی همکارانم در استودیو. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. پایتخت کشور ما فردا ابری است، بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین 2. هرات فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 4. و مزار شریف همچنان فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 8. جلال آباد فردا ابری، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 9. در اخیر قندهار فردا نیمه ابری است، بلندترین درجه حرارت 16، پایین ترین 10. تشکر از همراهیتان، شبتان خوش. این بود خبرهای امشب که از تلویزیون آریانا تقدیمتان گردید. تا دیدار بعد، خداوند نگهدار.